درود به تمام دوستان. فکر کنم شده که هممون آرزوی داشتن کلی پول کرده باشیم و حتی در ذهنمون اون پولا رو خرج کردیم. مثلا یه ماشین آخری مدل گرفتیم یا یه دونه ویلای لوکس یا کل دنیا رو سفر کردیم. ولی اگر بیشتر از اون چیزی که فکر کنید پول داشته باشید چیکار می‌کردید؟ با اینکه نمیشه حد زد پابلو اسکوبار در زمان مرگش در سال 1993 چقدر ثروت داشت، اما تخمین زده شده زمانی ثروتش حدود 30 میلیارد دلار بوده، یعنی به پول امروز چیزی حدود 59 میلیارد دلار. در سال 1996 پابلو اسکوبار کارتل مدئین در کولومبیا رو پایه‌گذاری کرد و کار اصلی این کارتل صادرات کلی کوکائین و مواد مخدر دیگه به کل دنیا مخصوصا آمریکا بود. ثروت اسکوبار خیلی سریع شروع به رشد کرد، مخصوصا زمانی که رقبای اصلیش رو از سر راه برداشت. پابلو یه آدم باهوش و ریسک پذیر بود و همیشه در حال پیدا کردن راه‌های نوینی برای قاچاق مواد مخدر بود. مثلا یکی از روش‌های قاچاق مواد او قایم کردن کوکائین در داخل لاستیک‌های هواپیما بود. خلبان‌هایی که برای پابلو کار می‌کردن اگر ریسکش رو به جون می‌خریدن می‌تونستن در یک روز تا 500,000 دلار کاسب بشن. در اواخر 20 سالگیش اسکوبار کارتل مدئین رو کاملا تحت کنترل گرفت و این کارتل بین سالهای 80 تا اوایل 90 میلادی حرف اول رو میزد. یه روزایی بود که درآمد این کارتل هفته‌ای 420 میلیون دلار یا سالی 22 میلیارد دلار بود. 80% کل کوکائین‌های فروخته شده در اون سالها رو کارتل مدئین تأمین می‌کرد و مونوپولی کوکائینی که به ایالات متحده قاچاق می‌شد دست پابلو اسکوبار بود. او بعضی وقتا روزی 15 تن کوکائین رو قاچاقی وارد آمریکا می‌کرد. با اینکه اسکوبار ثروتش رو از راه فروش کوکائین به دست آورده بود، اما برای 7 سال و بین سال‌های 1987 تا 1993 مجله فوربز نام او رو در بین میلیاردرهای جهان منتشر کرد. در سال 1989 او هفتمین مرد ثروتمند جهان بود. همانطور که می‌دونید او کلی ولخرجی می‌کرد. او همیشه در حال پارتی کردن بود و صاحب کلی ماشین‌های لوکس، 15 تا هواپیما و 6 هلیکوپتر بود. البته اینا هواپیما و هلیکوپترهای شخصی او بودن. او برای قاچاق مواد مخدر صاحب کلی هواپیمای دیگه و همچنین کشتی و زیردریایی بود. آره درست شنیدید، اسکوبار صاحب 2 تا زیردریایی بود. او آنقدر پول داشت که برای حمل و نقل پولهاش یک فروند هواپیمای لیرجت خرید. در کشور خودش او یه باشگاه فوتبال رو خریداری کرد و در سرتاسر دنیا کلی ویلا و خانه های تفریحی خرید. اما خانه اصلی او یک ملک 2800 هکتاری بود با نام هاسیندا ناپولیس. این ملک وسط جنگل‌های کولومبیا و در چند ساعتی شهر مدئین ساخته شده بود. گفته شده اسکوبار 63 میلیون دلار برای ساخت اون خرج کرده. این عمارت لوکس همه چیز رو که فکرش رو کنید داشت. داخل این 2800 هکتار یک خونه مجلل ساخته بود که فقط در اون 24 ساعته پارتی بود. به علاوه این ملک شامل یک باند هواپیما، چند استبل با کلی اسبای گرون قیمت، یک زمین فوتبال، زمین تنیس، پیست گوکارتینگ، یک استادیوم گاوبازی، چندین دریاچه مصنوعی و یک کلکسیون خودروهای کلاسیک بود. حالا اینا به کنار، هاسیندا ناپولیس یک باغ وحش خصوصی هم داشت که توش 200 حیوان زندگی می‌کردند. حیواناتی مثل گورخر، اسب آبی، زرافه، فیل و شیر. بیشتر این حیوانات هم توسط هواپیمای اسکوبار به صورت غیرقانونی به داخل کولومبیا قاچاق شده بودند. ورودی این ملک هم این بود. این هواپیما هم کپی هواپیمایی بود که اولین محموله کوکائین اسکوبار رو به آمریکا برده بود.
اسکوبار در میامی آمریکا هم کلی ویلا داشت که یکی از اونها یک عمارت بزرگ در منحصر به فردترین نقطه میامی بود. یک عمارت 2782 متر مربعی 8 خوابه که استخر و سونا و ویوی عالی داشت. حالا اینکه هیچی نبود. اسکوبار یه جای سری دیگه برای تفریح و خوشگذرانی داشت که مخ آدم سوت میکشه. یک کاخ مجلل در جزیره کوچیکی در آبهای کولومبیا. این مجتمع تفریحی شامل یک کاخ مجلل، واحدهای آپارتمانی، یک استخر بزرگ و یک باند هلیکوپتر بود. این کاخ بزرگ 300 اتاق برای مهمانها داشت و گفته شده سر دوشهای همه اتاقها از طلای خالص ساخته شده بود. یکی از معروفترین ملکهای اسکوبار یه زندان بود. البته این زندان با زندانهای دیگه فرق داشت. رقبای اسکوبار میخواستن هر جور که شده او رو از سر راه بردارن و اونجا بود که او با دولت کولومبیا شروع به مذاکره کرد و بعد از 6 ماه قرار شد اسکوبار به زندان بیفته. اما این اسکوبار بود که حق انتخاب زندان رو داشت. با رفتن به زندان جان اسکوبار از هیتمنهای کارتلهای دیگه در امان بود و چون دولت آمریکا نیز به دنبال دستگیریش بود، با این کار دولت کولومبیا نمیتونست او رو تحویل آمریکا بده. چون اسکوبار از هیچ زندانی خوشش نمی اومد، شروع به ساخت یک زندان لوکس و مجلل در کوههای مدین برای خودش کرد و نامش رو لا کاتدرال گذاشت. همانطور که معلومه این زندان با زندانهای دیگه از زمین تا آسمون فرق داشت. مثلا وسط اتاق اسکوبار یک تخت بزرگ و گرد بود و یا اینکه در دستشویش یک جکوزی خصوصی داشت. این زندان شامل یک زمین فوتبال، دیسکو، بار و یک استخر بزرگ بود. همچنین در این زندان دفتر مجهزی ساخته شده بود که به اسکوبار اجازه میداد از زندان به کاراش برسه. تو این زندان هم او از پارتی دادن دست بر نداشت و همیشه پارتی در کار بود. به کنار این زندگی شلوغ، اسکوبار مرد خیری بود. او کاملا میدونست مردم درباره‌اش چه فکری میکنن و برای همین برای به دست آوردن دل مردم شروع به انجام کارهای خیر کرد. او کلی به کلیساها و بیمارستانهای شهر مدین و اطراف اهدا کرد. همچنین در شهر خودش مدین کلی پارک و زمینهای فوتبال ساخت. او حتی یک محله جدیدی رو ساخت با نام باریو اسکوبار. محله جدید با هزاران خانه نوساز برای مردمی که قبل اون زاغنشین بودن. خیلی ها باور داشتن که اسکوبار داره با پولش وفاداری مردم رو میخره و با ساخت محله های جدید او کلی جای جدید برای قایم کردن مواد مخدر، اسلحه و پول داشت. به گفته بعضی مردم محلی، اسکوبار بعضی وقتا به میدان اصلی شهر میرفت و بین مردم پول نقد پخش میکرد. او حتی یک بار با لباس بابا نوئل بین مردم حاضر شد و به بچه ها کلی کادو داد. همین کارا بود که مردم مدین به او لقب رابین هود رو دادن و اجازه داد که او در سال 1982 وارد کنگره کولومبیا بشه. در اون سالها بود که مسئولین تازه فهمیدن که پابلو اسکوبار واقعا چجور آدمیه و وزیر دادگستری به شدت او رو محکوم کرد تا اینکه اسکوبار مجبور شد بعد از 2 سال از سمت خود از کنگره کولومبیا استعفا بده. بعد از استعفا هم اسکوبار برای انتقام دستور کشت وزیر دادگستری رو داد. گفته شده در اواخر دهه 80 میلادی اسکوبار به رئیس جمهور کولومبیا در عوض معافیت او از استرداد به آمریکا و یک کشورهای دیگه حاضر کل بدهی 10 میلیارد دلاری کولومبیا را پرداخت کنه. پیشنهادی که با جواب منفی رئیس جمهور همراه بود. با وجود داشتن یک زندگی فوق مجلل، خریدهای گزاف و کمکهای خیرخواهانه، اسکوبار کلی پول حروم میکرد. پول برای او طوری شده بود که هرچه پولش بیشتر میشد، مشکلاتش هم بیشتر میشد. بعضی ماها او انقدر فروش داشت که نمیتونست به سرعت همه اونا رو پولشویی کنه. بانکای کولومبیا حاضر نبودن برای او حسابی باز کنن و برای همین او کلی از پولهاش رو در بانکای سوئیس ذخیره کرد. در اون ماها اون ماهی 2500 دلار صرف خرید کش برای بستن پولهاش میکرد.
او پالت پالت پول نقد داشت که هر روز به تعداد اونا اضافه می شود. او کلی پول در انبارها داشت و طوری شده بود که موشها 10% پولش شد، یعنی چیزی حدود 2,100,000,000 دلار رو با جویدن از بین بردن. سپس او شروع به قایم کردن پولاش کرد. او پولاش رو در کیسه گذاشت و در جاهای مختلف مثل زمین‌های کشاورزی و غارها چال کرد. گفته شده بعد از اینکه کارکن اسکوبار پولها رو قایم می‌کرد، او اونها رو می‌کش تا فقط او باشه که بدون پولهاش کجا چال شدن. در سال 1992 و بعد از اینکه اسکوبار بعد از قتل چند تن از آدم‌های کارتل‌های رقیب اونها رو در زندان لاکاتدرال خود خاک کرد، دولت کولومبیا به این نتیجه رسید که وقتش اسکوبار به یک زندان واقعی منتقل بشه. وقتی اسکوبار از این نقشه دولت باخبر شد، سریع با خانوادش پا به فرار گذاشت و از این خونه به اون خونه فرار می‌کرد. گفته شده در یکی از شب‌های سرد مدئین، دختر اسکوبار منوئلا به شدت سرد شده بود و برای گرم کردنش اسکوبار چیزی حدود 2,000,000 دلار پول نقد رو آتش زد. زیر فشار زیاد دولت و کارتل‌های رقیب، کارتل مدئین از هم پاشید و سرانجام در ماه دسامبر سال 1993 طی یک درگیری مسلحانه پلیس ملی کولومبیا اسکوبار رو از پای درآورد. بعد از مرگ اسکوبار، خانواده او از ترس کارتل‌های رقیب، مخصوصاً لوس پپس و کلی کارتل، به قایم شدن خود ادامه دادند. در اوایل مرگ اسکوبار، زن و بچه‌های او پول کافی داشتن تا بتونن یک طبقه کامل هتل رو اجاره و چند بادیگارد استخدام کنن. اما خیلی زود پولشون تموم شد. برای همین سرانجام بیشتر خانواده اسکوبار از کولومبیا به آرژانتین نقل مکان کردند، جایی که اونها زندگی ساده خودشون رو آغاز کردن. بعد از مرگ اسکوبار، لوس پپس و کلی کارتل کلی از دارایی‌های اسکوبار رو دزدیدن و یا به زور از خانواده او گرفتن. دولت کولومبیا هم موفق شد چند تا از جاهایی که اسکوبار پولاش رو قایم کرده بود پیدا کنه. همچنین اونها هاسیندا ناپولیز، لاکاتدرال و جزیره تفریحی اسکوبار رو کشف و ضبط کردن. بیشتر حیوانات باغ وحش خصوصی اسکوبار به باغ وحش‌های دیگه منتقل شدند. اما به خاطر قیمت و مشکلات زیاد انتقال اسب‌های آبی، 4 تا اسب آبی اسکوبار سر جاشون موندن که امروزه تعداد اونها بیشتر از 80 تاست. در سال 2007 دولت کولومبیا هاسیندا ناپولیز رو به یک پارک تفریحی تبدیل کرد. همانطور که گفتم تعداد اسب‌های آبی اسکوبار به بالای 80 تا رسیده و با اینکه اونجا به یک جاذبه توریستی تبدیل شده، اما تعداد زیاد اونها در حال نابودی اکوسیستم مدئینه و دولت سعی داره از تعداد اونها کم کنه. زندان لاکاتدرال هم خالی موند و مردم محلی برای پیدا کردن پول‌های قایم شده اون رو به کل خراب کردن، اما چیزی پیدا نکردن. این زندان الان توسط کاتولیک های بندیکت به یک خانه سالمندان تبدیل شده. کاخ جزیره اسکوبار هم همانطور دست نخورده باقی مونده و به یک جاذبه توریستی تبدیل شده. دو آمریکا هم دولت تمام املاک او رو تصاحب کرد. عمارت بزرگ میامی او بالاخره در سال 2016 فروخته شد و صاحب جدید برای ساخت عمارتی جدید خانه قدیمی رو به کل تخریب کرد. خوبه بدونید صاحب جدید این ملک در میامی دو گاف صندوق پیدا کرد که یکی از اونا سریعا به سرقت رفت و اون یکی رو برای امنیت بیشتر به بانک منتقل کردن. تا به امروز صاحب جدید گاف صندوق چیزی درباره محتویات اون فاش نکرده. سالها بعد از مرگ اسکوبار، چندین کشاورز در زمین خود پولها و شمشای طلای چال شده اسکوبار رو پیدا کردن. در سال 2015 یک کشاورز چند بشکه پلاستیکی پیدا کرد که توش 600,000,000 دلار پول نقد بود. پول نقدی که سری دولت کولومبیا کشف و ضبط کرد. جالب بدونید به غیر از پولهای خاک شده، اسکوبار کلی پول در بانکهای سوئیس داره و چون او تنها کسی بود که شماره حسابها رو داشت، تمام اون پولها هنوز در گاف صندوقهای بانکهای سوئیسی نشستن. خب این هم یک ویدیوی جالب درباره پابلو اسکوبار بود. امیدوارم از تماشای اون لذت برده باشید.
لایک و کامنت یادتون نره و اگر هنوز عضو کانال نشدید فقط کافی روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و این زنگوله رو هم بزنید. و در آخر و مثل همیشه زنده باد انسانیت.